در خط خبرها. شکست 2-1 ایران از عراق در ثانیه های پایانی، راه رسیدن به جام جهانی ناهموار شد. بازگرداندن یک ابر بدهکار بانکی به ایران، قوه قضاییه میگوید رسول دانیالزاده پذیرفته که در تحقیقات همکاری کند. رویارویی جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر استیضاح ترامپ، اولین جلسه علنی تحقیقات برگزار شد. و استفاده از ماشین های برقی لزوماً به نفع محیط زیست نیست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. تیم ملی فوتبال عراق ایران 2-1 از عراق شکست خورد. ایران در دقیقه 11 یک گل خورد، ولی احمد نوراللهی در دقیقه 24 گل مساوی را برای ایران زد. در دقایق پایانی بعد از اخراج مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ایران، عراق توانست گل برتری را بزند. این دیدار در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال 2022 قطر برگزار شد. ابتدا قرار بود این بازی در بصره برگزار شود، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلایل امنیتی تصمیم گرفت آن را به عمان، پایتخت اردن، منتقل کند. حاشیه‌های سیاسی این بازی، به خصوص با توجه به ناآرامی‌های اخیر در عراق، بر جنبه ورزشی آن سایه انداخته بود. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسی پور، شما بازی رو چطور دیدید؟ میتونم به جرئت بگم که بعد از بازی ایران و عربستان در تهران با مربیگری آقای علی دایی که به شکست 2-1 ایران انجامید، این با فاصله ضعیف‌ترین بازی بودش که من از تیم ملی طی سال‌های اخیر، طی یک دهه اخیر دیده بودم. تقریبا باید ذره‌بین برمی‌داشتیم و به دنبال یک راهکار تاکتیکی می‌گشتیم برای تیم ملی، چه در زمان دفاع و چه در زمان حمله. میشه گفتش که ناهماهنگی توی تمام ارکان این تیم، چه در خط دفاعی چه میانی، از دفاع به خط هافبک، از خط هافبک به خط حمله، به شدت موج میزد. و البته عراق هم بر اساس برتری خودش در جریان بازی و هم به خاطر تعویض‌هایی که انجام داد و اصرار ورزیدن به همون حرکاتی که از دقیقه یک بازی داشت انجام میداد، به برتری رسید. شما اشاره کردین که راه صعود ایران ناهموار شد. تقریبا میشه گفتش که الان ما برای صعودمون به چیزی شبیه به معجزه نیاز داریم. 4 بازی باقی مونده، هر 4 بازی رو باید ببریم، هیچ امتیازی از دست ندیم، و البته امیدوار باشیم که بحرین هم در همه بازیاش پیروز نشه. دلیل ضعفی که بهش اشاره کردید رو شما چه میبینید؟ خیلی عوامل داره، شاید اصلا در این بحث کوتاه نگنجه، اما خب میشه به این اشاره کرد. وقتی فدراسیون فوتبالی دارین که تمام هم و غم شده، رایزنی با نهادهای مختلف حاکمیتی برای بقای مدیرانی که باید از این فدراسیون برن بر اساس بند بازنشسته ها، یا وقتی سرمربی پروازی دارین که فقط 3 روز بالا سر این تیم بوده و این تیم اصلا نظر تاکتیکی هیچ تمرینی نداشته، وقتی که بخشی از درآمدهای فدراسیون فوتبال ناپدید شده و آقای مهدی تاج مدعی این هستن که این به خاطر جریمه ها رفته، در حالی که فیفا تکذیب میکنه، وقتی که شما فدراسیون فوتبالی دارید که فیفا میگه عراق ناامن نیست ولی فدراسیونش داره اصرار می‌ورزه که ما باید در بصره بازی بکنیم، همه اینا رو که کنار هم دیگه قرار میدین، مسلماً نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برایندش درون میدان چیزی فراتر از این تیم هولناکی باشه که امروز دیدیم. اشاره کردید به این که ایران راه سختی رو در پیش داره. مهمترین بازی ایران رو در آینده چطور می‌بینید؟ ما تک تک بازیامون دیگه مهمه، یعنی اگر تصور بکنیم که بازی با هنگ کنگ و کامبوجمون مثلا اهمیتی نداره، اینطور نیست. ما فقط تنها شانسی که داریم اینه که باید با عراق و بحرین در تهران بازی بکنیم، و البته تصور این که امروز عراق
یا بحرین، دو تیمی که بالا سر ایران نشستن، بیان در تهران و حریفای دست و پا بسته ای باشن و مقابل این تیم لااقل شکست بخورن، تصور ساده ای نیست. ما هیچ بازی ساده ای نداریم، تک تک بازیامون دشواره. با کامبوج خارج از ایران داریم، با عراق و بحرین در تهران بازی خواهیم داشت و متاسفانه این معضل مربی پروازی، یعنی نبودن سرمربی و کادر فنی تیم ملی بالا سر این تیم، اینکه آقای مهدی تاج همه اینها رو پنهان می‌کردن، میتونه واقعا بلای بزرگی برای تیم ملی فوتبال ایران باشه. ممنونم ازتون. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی. باید اضافه کنم که بی بی سی فارسی حق پخش تصاویر بازی رو نداشت و تصاویری که در هنگام صحبت با آقای یونسی پور دیدیم، تصاویری بود از هواداران عراقی هنگام تماشای بازی که به دست بی بی سی فارسی رسید. قوه قضاییه ایران با انتشار تصاویری از استرداد رسول دانیال‌زاده میگوید که او قبول کرده به ایران بازگردد و در تحقیقات همکاری کند. رسانه های ایران آقای دانیال‌زاده را سلطان فولاد و ابربدهکار بانکی نامیدند. گفته شده که او 4,000 میلیارد تومان بدهی دارد. مقام های قضایی از ارتباط او با افرادی نزدیک به رئیس جمهوری فعلی و رئیس پیشین قوه قضاییه خبر دادند. فرین آسمی گزارش میدهد. تصاویری از استرداد فردی به ایران که به سلطان فولاد معروف شده. این اولین بار نیست که رسول دانیال‌زاده دستگیر می شود، اما این بار قوه قضاییه می گوید او را از خارج به ایران بازگرداندند. آقای رسول دانیال‌زاده پذیرفت که با یک مسیر کاملا هدایت شده به کشور بازگردد. در مورد ایشون در خارج از کشور دستگیری انجام نشد، منتها هدایت شد که خودش به کشور مراجعت بکنه. تحقیقات در بخش‌های مختلف از ایشون در حال انجام هست. به لحاظ این که ایشون قبول کرد با این هدایت به کشور برگرده و در فرایند تحقیقات هم همکاری‌های لازم رو انجام میده. رسانه های ایران رسول دانیال‌زاده را مالک برج‌های روما رزیدنس و فلورا در شمال شهر تهران معرفی کردند. او 4,000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. روزنامه جوان از او به عنوان جعبه سیاه جیغ‌های ضد مبارزه با فساد نام برده. اشاره‌ای به این انتقادهای حسن روحانی از نحوه مبارزه با فساد در قوه قضاییه. مردم عزیز یزد، فساد دانه درشت‌ها کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟ اصولگرایان می‌گویند حسن روحانی از بازگرداندن رسول دانیال‌زاده نگران شده و لحن تند او در سخنرانی‌هایش در یزد و کرمان و جلسه دیروز هیئت دولت به همین دلیل بوده است. رسول دانیال‌زاده از نزدیکان حسین فریدون برادر حسن روحانی است که به اتهام گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم شده. خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود که آقای دانیال‌زاده 26 میلیارد تومان به حسین فریدون و 2 میلیارد تومان به شوهر خواهر او داده است. حسین فریدون دریافت پول از او را تکذیب کرده. آقای دانیال‌زاده همچنین از نزدیکان اکبر طبری، معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است. آقای طبری به صادق آملی لاریجانی و محمود هاشمی شاهرودی، دو رئیس پیشین قوه قضاییه نزدیک بوده. او هم به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. آقای طبری نقشش چی بود؟ نقش آقای دانیال‌زاده چی بود؟ نقش دیگری و دیگری چی بود؟ اینا به هم سرویس میدادن؟ این تو قوه قضاییه بود، اون در واقع به عنوان یک کارآفرین مطرح بود، شرکت های فولاد داشتش و پول میگرفت برای شرکت ها، میگو 5,000 تا کارگر دارم، نظام هم میگو خب این پول رو بهش بدید، یعنی در واقع سیستم های بانکی این پول رو میدادن بهش که کارآفرینه، از اون ور میرفت برج میساخت، برج رو میساخت تو فرمانیه، بعد واحدش رو میداد به کی؟ میداد به آقای طبری. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته این سازمان مفسدان اقتصادی را به ایران باز میگرداند. به گفته او مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. هر کس به نام مدیر سیاست های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد با استقبال جناح‌های مختلف روبرو شده. عده‌ای از استادان حوزه علمیه قم از او حمایت کرده و از مسئولان دستگاه‌های دیگر خواستند از آنچه کارشکنی در برابر اقدام‌های انقلابی او خوانده‌اند دست بردارند. حسن روحانی گفته کوتاه نمی‌آید و می‌خواهد بداند چرا به فساد دانه درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود. ابراهیم رئیسی هم گفته در راهش مصمم است و هیچ حاشیه‌ای او را گرفتار نخواهد کرد. فرین آسمی، بی بی سی.
مهرداد سید عسکری روزنامه نگار اقتصادی درباره اهمیت بازگشت رسول دانیال‌زاده به ایران توضیح داد. اهمیت این موضوع از این جهت هست که فردی که در ارتباط مستقیم با هر دو جناح سیاسی بوده، این فرد دستگیر شده فارغ از حاشیه‌های سیاسی که گروه‌های رقیب در جمهوری اسلامی برای هم درست می‌کنند. همچنین پرونده، مسیر روند پرونده نشون میده علاوه بر اینکه ایشون یک ابربدهکار بانکی هست، اضافه شدن عبارت واژه فرار مالیاتی در پرونده ایشون هم یک امر بسیار مثبتی تلقی میشه. آقای دانیال‌زاده عملاً فردی بوده که با استفاده از رانت‌های سیاسی در هسته سخت قدرت یک شبکه‌ای رو به وجود آورده بوده که وام می‌گرفته و پس از اینکه وام می‌گرفته، این امر در صنایع فولاد، صنایع ساختمانی در داخل و خارج کشور، در صنایع پزشکی و ارتباطات خاص خودشون رو سازماندهی می‌کردن و عملاً یک شبکه فسادی رو فارغ از اینکه اسم این دو جناح چی باشه یا جناح‌های رقیب چی باشه سازماندهی کردن. این امر باعث عصبانیت مقامات جمهوری اسلامی هم در جناح اصولگرا و هم در جناح اصلاح طلب شد. مهرداد سید عسکری بود، روزنامه‌نگار. برخورد دو واند در جنوب ایران جان 28 نفر را گرفت. رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زایدان میگوید این واندها حامل مهاجران غیرقانونی افغان بودند. وزارت امور مهاجران افغانستان گفته 24 نفر از کشته شدگان افغان بودند. 21 نفر هم در این تصادف مجروح شدند. حادثه در جاده سراوان به خاش اتفاق افتاد. دبیر کل عفو بین الملل از تمدید بازداشت یک ایرانی در سوئد به ظن دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 67 استقبال کرد. دیروز دادگاهی در سوئد حکم بازداشت حمید نوری را یک ماه تمدید کرد تا شاکیان فرصت بیشتری برای ارائه شواهد خود داشته باشند. گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد گفته این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال 67 است. شاکیان و شاهدان پرونده می‌گویند حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی دادیار زندان گوهردشت بوده و در اعدام صدها زندانی نقش موثر داشته. او در اولین جلسه دادگاه دست داشتن در این اعدام‌ها را انکار کرد. این اولین بار است که یک ایرانی به ظن شرکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بازداشت می‌شود. فلسطینی‌های معترض و سربازان اسرائیلی در بیت‌لحم در کرانه باختری با هم درگیر شدند. فلسطینی‌ها برای همبستگی با مردم غزه تجمع کرده بودند. همزمان ارتش اسرائیل می‌گوید شبه نظامیان فلسطینی با پرتاب راکت به جنوب اسرائیل آتش‌بس را نقض کردند. آتش‌بسی که به دنبال دو روز درگیری خونین برقرار شده بود. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. تصاویری که گفته شده مربوط به پرتاب راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل است. آن هم ساعاتی پس از اعلام آتش بس بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی. من تایید می کنم که با پیشنهاد مصر آتش بس برقرار کردیم. آتش بس ساعت 5:30 به وقت محلی شروع شد، وقتی که اشغالگرها مجبور شدند با شرایط نیروی مقاومت فلسطین موافقت کنند. شروط ما توقف عملیات ترور، محافظت از معترضان در مرز و شروع مراحل اجرایی برداشتن محاصر است. ارتش اسرائیل میگوید فلسطینی ها آتش بس را نقض کرده اند، اما شاید ادامه پرتاب راکت ها به این دلیل باشد. حمله هوایی به خانه مسکونی در نوار غزه. از خانه بیش از چاله ای عمیق چیزی باقی نمانده. ارتش اسرائیل میگوید رسمی ابو ملحوظ فرمانده یکی از یگانهای موشکی گروه جهاد اسلامی را کشته است. البته ساعاتی پیش از شروع آتش بس. مقام های غزه میگویند 8 عضو خانواده ابو ملحوظ کشته شدند، از جمله 5 کودک. این جنایت جنگیه. شما دارید آدمای بیگناه رو میکشید. بچه‌ها رو در حالی که تو خونه‌شون خوابند میکشید. قرار بود که قبل از حمله به غیر نظامیان هشدار بدند، اما یک دفعه بمب‌ها رو انداختند. درگیری‌ها از 3 روز پیش شدت گرفت، زمانی که اسرائیل بها ابو عطا عضو ارشد گروه جهاد اسلامی را کشت. مقام های اسرائیل او را مسئول چندین حمله به خاک کشورشان می دانستند و معتقد بودند او برای حمله های دیگری هم برنامه ریزی می کرد. پاسخ گروه جهاد اسلامی پرتاب راکت بود. به گفته اسرائیل حدود 450 راکت در 3 روز اخیر. با وجود سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل، این حمله ها تلفات جانی نداشته.
کنترل نوار غزه را حماس بر عهده دارد و معمولاً اسرائیل آن را مسئول خشونت‌ها می‌داند. اما این بار می‌گوید حماس در درگیری‌های اخیر نقشی نداشته و گروه جهاد اسلامی که مورد حمایت ایران است، عامل درگیری است. سازمان ملل نگران افزایش تنش‌هاست. من این حس ناامیدی رو در دیپلمات‌های سازمان ملل می‌بینم. از نظر ما فلسطینی‌ها و اسرائیل باید مستقیم با هم گفتگو کنند. ناآرامی حالا به بیت لحم رسیده، جایی که نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینی‌هایی که برای همبستگی با مردم غزه به خیابان‌ها آمده بودند درگیر شدند. فلسطینی‌ها برای کشته‌هایشان مراسم خاکسپاری برگزار می‌کنند. در سه روز گذشته ده‌ها فلسطینی کشته شدند. ده‌ها فلسطینی و اسرائیلی زخمی شدند. شاید به گفته سازمان ملل تا دو طرف مستقیم با هم حرف نزنند، نه حمله‌ها متوقف می‌شود، نه عزاداری بر سر مرده‌ها. فیروزه اکبریان، بی بی سی. همکارم نفیسه کوهنورد که اخبار منطقه رو دنبال میکنه با ماست. نفیسه، درگیری بین اسرائیل و نوار غزه معمولا هر چند سال یک بار اتفاق میفته. درگیری های امسال چطور؟ آیا از همون دست است یا متفاوت؟ این درگیری هایی که الان ما شاهدشیم به نظر میرسه که با اتفاقاتی که قبلا افتاده کمی متفاوت باشه. علتش هم اینه که به نظر میرسه که کاملا اگر بررسی بکنیم حملات اسرائیل رو، مشخصا گروه جهاد اسلامی رو هدف قرار داده و مواضع این گروه رو در غزه بمباران کرده، مثل مخازن نگهداری، انبارهای نگهداری اسلحه و همچنین مخازن موشکشون و خانواده های تاثیرگذار این گروه، از جمله فرمانده، به گفته اسرائیل فرمانده گردان های موشکی این گروه را هدف قرار دادن در دو روز گذشته و مشخصا حواسشون ظاهرا به این بوده که به هیچ وجه مواضع حماس رو که در یک آتش بس نانوشته با پادرمیونی مصر در اون هستن هدف قرار ندن و تنش رو با حماس بالا نبرن، به خاطر اینکه بعد از اینکه اسرائیل دو فرمانده جهاد اسلامی رو کش در سوریه، البته اونی که در سوریه بود کشته نشد، زخمی شد، پسرش کشته شد، و یکی در غزه، حماس هم اعلام کرد که ممکنه این آتش بس رو بشکنه. اما الان میبینیم که کاملا تمام حملات متمرکز شده رو جهاد اسلامی و از اون طرف هم راکت هایی که به سمت اسرائیل شلیک شده مشخصا از سمت جهاد اسلامی، گروهی که رابطه نزدیکی با ایران داره و به نظر میرسه در چارچوب همون چیزیه که اسرائیل اعلام کرده مصممه و اون هدف قرار دادن گروه هایی که به ایران نزدیکترن و ازش حمایت میکنن. به میانجیگری مصر اشاره کردی، کشورهای دیگه درباره این درگیری‌هایی که الان رخ داده چطور موضع‌گیری دارن؟ همه با یک نگاه نگران میشه گفت نگاه میکنن، اما برای هر کدوم از طرفین به نظر جنبه‌های مثبت و منفی داره. بالفرض همین مصر هم اگر جهاد اسلامی ضعیف‌تر بشه، شاید دست مصر در رایزنی بین حماس و اسرائیل محکم‌تر بشه، به خاطر اینکه حتی همین آقای ابوعطا که کشته شده یکی از کسانی بود که متهم بود که بین این در این روند مذاکرات تاثیر منفی داره و مانع ادامه روند مذاکرات بین اسرائیل و حماس از طریق مصر هست. در مقابل برای ایران، حزب الله و سوریه به نوعی تحولات غزه میتونه نگاه‌ها و فشارها رو برای مدتی حداقل از روی این گروه‌ها برداره. میدونیم که لبنان به هر حال شاهد تظاهراتی هست که بخشش برمیگرده به حزب الله، سوریه هدف اسرائیل قرار گرفته و بالا رفتن تنش ممکنه تا حدی فرصت و فرجه بده به این کشورها برای اینکه نفس بکشن. اما از طرف دیگه به نظر میرسه که فعلا قصدی در بین حالا حماس و اسرائیل وجود نداره برای بالا بردن این تنش، به خاطر اینکه جهاد اسلامی هم انقدر قدرت نداره که به اندازه‌ای که حماس اگر وارد این بحران بشه کار رو به جنگ برسونه. برای همین حالا باید ببینیم که واقعا اسرائیل بر روی این روند میمونه و حماس هم بر روی این روند میمونه یا دوباره برمیگردن و
پشت بالفرض اسرائیل پشت جهاد اسلامی رو میگیره و اسرائیل هم هر دو گروه رو هدف قرار میده. خیلی ممنونم ازت همکارم نفیس کوهنورد اینجا با ما. بازرس وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش گزارشی درباره کنار گذاشته شدن سحر نوروزاده، یکی از مقام‌های ارشد این وزارتخانه در ماه‌های آغازین به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منتشر کرده. در این گزارش که نتیجه بیش از یک سال تحقیق بازرس است، آمده که برایان هوک، هماهنگ کننده سیاست آمریکا در برابر ایران، به آیین‌نامه‌های این وزارتخانه در مورد جابجایی خانم نوروزاده پایبند نبوده. بازرس از وزیر خارجه آمریکا خواسته با کسانی که این تصمیم را گرفتن برخورد انضباطی کند. وزارت خارجه آمریکا نتیجه گزارش بازرس در مورد آقای هوک را نپذیرفته. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، یه مقداری موضوع رو برامون باز کن. در گزارش درباره آنچه که تخلف آقای هوک نامیده شده چه اومده؟ تعداد زیادی ایمیل منتشر شد حدود بیش از یک سال گذشته که سبب شد که بازرس ویژه شروع کنه تحقیق کنه در مورد این ماجرا، و اون ایمیل ها نشون میداد که مقام های مختلف دولت آمریکا از جمله آقای هوک داشتن بحث میکردن در مورد اینکه چگونه خانم سحر نوروزاده رو که در دولت های قبلی پست داشته و همچنان پستش رو نگه داشته بوده در دولت آقای ترامپ رو یه جوری از اون واحدی که در وزارت خارجه آقای براین هوک مسئولیتش رو داره و در مورد ایران تصمیم گیری میکنه خارج بکنن و منتقل بکنن. و در اون ایمیل ها مفصل به این میپردازن که او متولد ایرانه که البته نیست، یا اینکه در دولت قبلی طرفدار برجام بوده، یا اینکه وقتی که یکی از مقامات نوشته بوده وقتی آقای ترامپ انتخاب میشه گریه میکنه. همه اینها مبنای این میشه از دید بازرس، دید گزارش بازرس، که دست کم بخشی از تصمیم گیری برای جابجایی او محصول این نگاهی بوده که داشتن به اعتقادات سیاسی او یا تبار ایرانی او. و در نهایت هم خانم نوروزاده رو پیش از قبل از اینکه مأموریتش اونجا پایان پیدا کنه منتقل میکنن. و تحقیقی که اینجا بازرس کرده این است که آیا این کار خلاف قوانین بوده، خلاف آیین‌نامه‌ها بوده، چون نمیشه کارمند دولت رو تبعیض قائل شد به خاطر اینکه ممکن است مقام‌های دولت جدید حس کنن که با اونها همراه نیست، یا اینکه تبارش مال کشور دیگری است. اینها مبنای تغییر و جابجایی کارمندان نمیتونه باشه بر اساس قوانین وزارت خارجه آمریکا و کلاً دولت فدرال آمریکا. و در نهایت بازرس این نتیجه به این نتیجه رسیده که بله، آقای هوک تخلف کرده و پایبند نمونده به اون آیین‌نامه و حق نداشته که کسی رو به خاطر این تبارش یا تصویری که از اعتقاداتش داشتن زودتر از موعد جابجا بکنن. و از وزیر خارجه آمریکا خواسته که برخورد انضباطی بکنه با همه کسانی که دچار این تخلف شدند. ممنونم ازت بهمن کربوسی از نیویورک با ما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نشست‌های مشورتی با دسته‌های انتخاباتی را به منظور رسیدگی به اعتراضات آغاز کرده. این کمیسیون میگوید در تلاش است تا با رسیدگی به این اعتراضات روند بازشماری آرای 8500 صندوق را از سر بگیرد. در پی مخالفت بعضی از تیم‌های انتخاباتی دیروز این کمیسیون روند بازشماری را متوقف کرد. زبیر حبیب زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از کابل با ماست. آقای حبیب زاده، چقدر این کمیسیون انتظار داره که این نشست ها باعث بشه که نامزدهای مخالف راضی بشن که بازشماری دوباره از سر گرفته بشه؟ تشکر، درود خدمت شما و تمامی بیننده ها. بدون شک کمیسیون انتخابات مکلف است تا بر مردم و بر تیکت های انتخاباتی دخیل در انتخابات پاسخگو باشه و موارد را که اونا نگرانی دارن و نهادهای ناظر به ویژه اتیفا برش اشاره داشته تا اکنون اونا را وضاحت بده. کمیسیون مکلف است طبق طرز العمل ها و قوانین به پیش بره تا امو نتیجه مطلوب انتخابات را برای مردم شریک بسازه و بتانه آرای سفید را از سیاه جدا بسازه و مردم اعتمادش نسبت به پروسه احیا شوه. ولی مخالف ها میگن که بازشماری این آرا رو نمیخوان، میخوان این آرا باطل بشه. چطور کمیسیون میخواد راضیشون کنه؟ اصل بحث در انتخابات شش میزان ریاست جمهوری افغانستان ای بود که آرای دارای اعتبار است و آرای معتبر است که اون دارای مشخصات بایومتریکی باشه که 5 مشخصه قبلا تعیین شده بود. کمیسیون کار را که برای تفتیش آغاز کرد متاسفانه خیلی هم طبق قوانین نبود و
این یک نوع سردرگمی را ایجاد کرد. شما میفهمین مادی 20 قانون انتخابات افغانستان وضاحت داره و تعدیل شده بود که در اونجا آرای با اعتبار است که مشخصات بایومتریکی داشته باشه، اما کمیسیون خواست تا عمو مراکز یا محلهایی را که دستگاه‌های بایومتریکش مفقود است و هم چپ‌ها ناپدید است اونا را هم جز تفتیش و بازشماری قرار بده و با چنین رویکرد انتظار این نمی‌رفت تا شفافیت لازم به وجود بیاید. این آرا قطعا نظر به قانون انتخابات افغانستان باطل است و کمیسیون نمیتونه اینا را درج حساب بسازه و اگر شود شما میفهمین که یک بحران جدید را نسبت به پروسه ایجاد خواهد کرد و سطح پذیرش یا مو پذیرش نتیجه نهایی انتخابات را با چالش روبرو میسازه. ولی باطل کردن آرا چطور میتونه مشکلات رو حل کنه؟ چون تا الان که این انتخابات به نظر نمیرسه شفاف بوده باشه و انتخاب های دوره های پیش هم شفافیتی نداشته. شما خودتون سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف هستین، چرا از شفافیت خبری نیست؟ ضعف مدیریت متاسفانه در کمیسیون های انتخاباتی یکی از عوامل است که شفافیت انتخابات را زیر پرسش قرار داده. بحث دیگه که خیلی هم ناگزیری و یا امو یک نوع بی‌باوری را ایجاد کرده، او امو تحت فشار قرار گرفتن کمیسیون های مستقل انتخابات افغانستان است. اینا تحت فشارهای سیاسی قرار گرفتن، مداخله ها از تمام جوانب برای که کسایی که زینف از در انتخابات افغانستان صورت میگیره تا بتونن اونا عمو منافع خود را در انتخابات افغانستان دنبال بکنن. این موارد باعث شده تا عمو شفافیت لازم در انتخابات افغانستان در نظر گرفته نشه. ممنونم ازتون زبیر حبیب زاده، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از کابل با ما. هر روز عده بیشتری برای کاهش میزان دی اکسید کربن هوا به استفاده از ماشین‌های برقی رو می‌آورند. ماده اصلی باتری ماشین کوبالت است. ممکن است در اعماق اقیانوس‌ها از معادن بیشتری کوبالت استخراج کنند. اما این نگرانی هم هست که استخراج معادن در کف اقیانوس‌ها صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند. پژوهشگران در سواحل اسپانیا سرگرم بررسی تاثیرات چنین استخراج‌هایی هستند. گزارش دیوید چوکمن رو ببینید. آبهای مالاگا، تجربه جدید با یک ماشین عجیب و غریب که به زیر آب فرستاده می شود تا نوعی استخراج معدنی جنجال برانگیز را در کف اقیانوس امتحان کنند. دوربینی که روی آن نصب شده پیشرویش را زیر نظر دارد. یک مرجان نرم در مسیرش قرار می گیرد. برای استخراج معدن باید سنگها را کند. کسی تأثیراتش را نمی داند. این پروژه از داخل این کشتی اسپانیایی هدایت می شود و اتحادیه اروپا برای پیدا کردن منابع جدید فلزات مهم هزینه مالی آن را تأمین می کند. عملیات چالش برانگیزی است، اما این صنعت نوپا دارد شتاب بیشتری می گیرد. چیزی که این پروژه نشون میده اینه که چطور فناوری در حال پیشرفته، به طوری که استخراج معدن در آبهای عمیق رو ممکن میکنه. البته ما رو با یک سوال مهم روبرو میکنه. با توجه به اطلاعات کمی که در مورد تأثیرات این کار روی زندگی در کف اقیانوس داریم، آیا این کار درستیه؟ عملیات در زیر آب و استخراج معدن در کف دریا قبلا امتحان نشده. ماشین ها هر چیزی که سر راهشان قرار بگیرد نابود می کنند و ابری از شن و لجن ایجاد می کنند که ممکن است باعث مرگ گیاهان و موجودات آبزی حتی در دوردست ها شود. ماشین شن و رسوبات کف دریا را بلند می کند و یه ابر بزرگ می سازه. سابین هالبوم از محققان است که تأثیرات این آزمایش را بررسی می کنند تا ببینند زمانی که استخراج معدن به صورت واقعی در اقیانوس آرام شروع می شود چه اتفاقی خواهد افتاد. معمولا در عمق 4-5 کیلومتری در اقیانوس آرام ماده به سختی پیدا می شه. پس آب به شدت زلاله. اگه یهو یه ابری از رسوبات ساخته بشه، موجوداتی که اونجا هستن به این عادت ندارن. این احتمالاً اونها رو خفه می کنه. اما فشار زیادی برای آغاز استخراج معدن است. میلیاردها سنگ مثل این هدف هستند، چون آنها سرشار از فلزات مهمند، مخصوصاً کوبالت که در باتری استفاده می شود. بنابراین رونق بازارهای ماشین‌های برقی به معنی نیاز بیشتر به کوبالت است و شرکت‌های معدنی فکر می کنند اقیانوس‌های عمیق آن را تأمین می کنند.
اگه میخواین تغییر سریع ایجاد کنید، این کار رو کوبالت میکنه و به مقدار زیادی از اون نیازه. نیاز به یه عالمه باتری هست و منابعی لازم دارین که این کار رو انجام بدین. بخش زیادیش در اقیانوسه. این ماشین برای امتحان است. ماشین هایی که استخراج اصلی را انجام میدهند 10 برابر بزرگترند. چند شرکت میخواهند استخراج معدن در کف دریا را به راه بیاندازند. این نگاهی اجمالی است به آنچه اتفاق خواهد افتاد. دیوید شوکمن، بی بی سی نیوز، این در بی آف مالاگا. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.